سلام، دوشنبه 16 مهر 1403، هفته اکتبر 2024 میلادی. سرنوشت اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه کماکان، در پرده ابهام قرار داره. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی جای او را گرفته و در 5 سال گذشته مسئول این بخش تروریستی سپاه و قاچاقچیگری اون بوده، از روز جمعه، بامداد جمعه که اسرائیل حمله کرده به منطقه در زاویه جنوب بیروت، از او خبری نیست. در حالی که این ابهام وجود داره، در واقع 3 گزینه میتونه مطرح بشه. گزینه اول این است که اسماعیل قاآنی در همون ساختمونی بوده که اسرائیل مورد هدف قرار داده و هاشم صفی الدین، جانشین بالقوه حسن نصرالله، هم در همون ساختمون بوده، چون از او هم خبری نیست. و اگر این هر دو در اون ساختمون بوده باشند، شانسی برای زنده موندن نداره. و علت اینم که اعلام نشده که کشته شده یا نه، چه از سوی اسرائیلی ها، چه از سوی حزب الله یا جمهوری اسلامی، این است که باید آوار برداری بشه تا جنازه هایی که هست دقیقا بیرون بیاد، شناسایی بشه، تا بشه به طور قد اظهار نظر کرد. و چون گفته میشه اسرائیل مرتبا به همین ناحیه جنوب بیروت حمله میکنه، حزب الله میگه که ما اصلا امکان آوار برداری هم نداریم. بر صورت اگر در اونجا بوده، باید مثل حسن نصرالله او رو کشته محسوب کرد. اما احتمال اینکه در جای دیگری بوده باشه و سالم باشه، در این حالت این سوال مطرح میشه که خب چرا یک ویدئوی 2 دقیقه‌ای، 1 دقیقه‌ای ازش منتشر نمیکنه از خودش که بگه سالمی، فلان جاست، یا حتی اگرم زخمی هست، به هر حال نشون داده بشه که زنده است و به این ترتیب به شایعات خاتمه داده بشه. اگرچه تا الان چندین بار رسانه‌های سپاه تکذیب کردند و حتی در سمیناری پیام کتبی او رو خوندن که گفته سلام میرسونه و چون در جای دیگری مشغول جلسه داره نمیتونه بیاد، ولی اینها بر ابهامات اضافه میکنه، چرا که در عصری که به راحتی میشه یک پیام حتی 30 ثانیه‌ای ویدئویی ضبط کرد و فرستاد، مسئله کتبی بیش از پیش بر ابهام اضافه میکنه. احتمال سوم که کانال 12 اسرائیل منشأ این خبر هست و از قول اون به رسانه های عربی مطرح کردند، رسانه های غربی مطرح کردند، این است که اسماعیل قاآنی اصلا در واقع مأمور اسرائیل بوده، اسرائیلی ها او رو خریده بودن و این ناپدید شدنش رو هم باز 2 تا سناریو مطرح میکنن. یکی این که عملا او به اسرائیل پناهنده شده و حالا در ابهام و ناپدید شدن خواهد بود. دوم این که جمهوری اسلامی او رو بازداشت کرده وقتی فهمیده و زیر مثلا بازجویی و شکنجه و غیره، و بعد هم بی صدا اعدامش خواهند کرد و باز هم گم شدن او در ابهام خواهد. این احتمال سومی البته خیلی بعید به نظر میرسه، ولی این روز چند هفته گذشته صحنه های عجیب و غریبی همه ما ها دیدیم که دیگه هیچ احتمالی رو نمیشه از نظر دور داشت. بر صورت این که قاآنی هم اینطور در پرده ابهام قرار گرفته، بیش از پیش مشکل برخورد با اسرائیل یا برعکسش برخوردهای اسرائیل با فرماندهان نیروهایی که
به شکل جنگ های نامنظم با او جنگ کردن، مثل حماس، مثل حزب الله، هشت و شعبی و غیره. اضافه شدن خود نیروی قدس که مادر اینهاست و اسماعیل قاآنی بیش از پیش در واقع فضا رو برای جنگ همه جانبه ای که اسرائیل آغاز کرده بازتر میکنه. اما مسئله حمله اسرائیل به خاک ایران که به صدر اخبار دنیا آمده، انواع گمان زنی ها بود که در برنامه گذشته عرض کردم، تأسیسات زیربنایی اقتصادی و نفتی و غیره یا مدیریت ها و مراکز سیاسی و امثال هم و یا مراکز نظامی و امنیتی و موشکی و غیره. این حمله که همچم الان گفته میشه گسترده تر از اون چیزی است که فکر بکنید، با تأخیر مواجه شده. خیلی ها معتقدند که مذاکرات با دولت آقای بایدن عامل این تأخیر. گفته میشه دولت آقای بایدن یک بسته کمک پیشنهادی 18 میلیارد دلاری شامل سلاح، کمک نقدی و غیره برای اسرائیل در نظر گرفته که اگر بپذیره به جاهایی که امریکا میگه حمله نکنه. از جمله جاهایی که گفته میشه امریکا و دولت آقای بایدن با اسرائیل چک و چونه میزنند که حمله نکنند، یکی تأسیسات نفتی است برای اینکه قیمت نفت در آستانه انتخابات آمریکا بالا نره، موضوعی که میتونه روی انتخابات آمریکا تأثیر بگذاره و قطعا رقیب خانم هریس یعنی آقای ترامپ از اون استفاده خواهد کرد. یکی هم تأسیسات اتمی است که گفته میشه آقای بایدن مخالفت میکنه برای اینکه اسرائیل تجهیزات لازم برای از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران که زیر کوه‌ها قرار داره رو نداره، بمب‌های سنگرشکن و مهمتر از اون هواپیمایی که اون رو حمل بکنه، یعنی هواپیماهای بی تو که امریکایی‌ها به کسی ندادن و حاضرم نیستن که در چنین عملیاتی فعلا شرکت کنن. و حمله اسرائیل میتونه به مراکز هسته‌ای باشه که روی زمین هستن و این به تأخیر نمیندازه و مشکل این رو داره که ممکن است که جمهوری اسلامی از NPT خارج بشه و قول و قرارهای هسته‌ای در واقع روی هوا بمونه. ضمن اینکه شایعاتی هم در محافل دیپلماتیک هست که سفرای جمهوری اسلامی در قطر و در عمان با از طریق دولت‌های این دو کشور دائما پیغام به آمریکایی‌ها میدند، از جمله میگن که به امریکا پیشنهاد کردند که اگر اسرائیل به ایران حمله نکنه که میتونه جنگ رو ادامه بده، حاضرن تمام تعهدات برجامی رو بپذیرن و اجرا کنن. البته اینها همه در حد گمان زنی و شایعات، ولی به هر صورت مسئله چک و چونه زدن دولت آقای بایدن با آقای نتانیاهو و ارتش اسرائیل ادامه داره. اگرچه در سوی دیگه سالگرد 7 اکتبر یعنی سالگرد حمله حماس از نوار غزه به داخل اسرائیل و کشتن بیش از 1200 نفر و گروگان گرفتن 200 نفر دیگه، با آب و تاب از سوی آقای بایدن به خانم هریس بزرگ داشت، اون هم به سبک خود اسرائیلی ها برگزار شد امروز و در واقع نشون داد که از این طرف با لغت های گوناگونی که گفتند حامی اسرائیل هستند و آراء یهودیان امریکا رو احتیاج دارند. اما وزیر ارتباطات آقای پزشکیان عنوان کرده که کندی اینترنت در ایران و اختلالاتی که این روزها
در اقصی نقاط کشور برای کاربران به وجود میاد ناشی از شرایط فعلی جهانی است. منظور ایشون را بود جنگ در خاورمیانه است، دروغ آشکاری که هر کسی در خارج از ایران باشه میبینه که اختلالی در کار نیست، کندی هم موجود نیست، اون هم در شرایطی که 8 میلیون نزدیک به 8 میلیون ایرانی در سراسر دنیا هستند، تلویزیون های فارسی زبون، شبکه های اجتماعی و غیره هستند و به اصطلاح آقای وزیر اسکناس تقلبی هفتمنی چاپ کرده، دروغی رو گفته که فوراً مشتش وا میشه. ضمن اینکه در مورد فیلترینگ هم ایشون مثل رئیس شورای پزشکیان به جای رفع فیلترینگ که وعده داده بودند صحبت از کنترل فضای مجازی و مدیریت اون، یعنی سیاست های آقای خامنه ای کرده و همون برخورد با فیلتر شکن فروش ها به جای برخورد با فیلترینگ. همچنین آقای میرسلیم عضو شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مورد FATF و پذیرفتن اون دو معاهده ای که باقی مونده در مجمع تشخیص مصلحت گیر کرد و تایید نشد، عنوان کرده که از سوی دولت هیچ نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نیامده، بنابراین رفع و محدودیت های عدم رعایت FATF و ملحقات اون کماکان ادامه خواهد داشت. به امید پیروزی ایران و ایرانی.